در این زمینه با دکتر انورالحق الحق حدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان بیشتر صحبت میکنیم آقای حدی سپاسگزار از زورتان. سلام بر شما تشکر حرفایی را میشنایم که بگونه حکمت وحدت ملی افغانستان با چالش هایی که یعنی تقسیم بندی کردن که پنج چالش هم در از یاد کردن و در گزارش هم دیدیم بگونه میگن که یک مانع خیلی جدی و در پلوش هم یک آزمون خیلی بزرگ است به حکمت وحدت ملی افغانستان و این صدا درست از جای بلند میشه که بگونه حامیان حکمت افغانستان است در این زمینه چی میگین؟ که آقای هایسمن کردن ما فکر میکنم بسیار دقیق است این پنج مشکل را که اونا مشخص ساختن ما فکر میکنم مجموعه مشکلات بسیار عمده است به نظر ما یک مشکل دیگر هم وجود داره و او است که این حکومت دوری خود با یک مشروعیت بسیار ضعیف شروع کرد و حالی که پنج مشکل هم به میان آمده ما فکر میکنیم که به بحران مشروعیت خود حکومت تبدیل شده و بدبختانه اگر ناکامی حکومت به می قسم دوام پیدا من ما میترسم که در ظرف یک سال اونا فاجعه میگن ما اونا میگم که ممکن با یعنی به ناکامی دولت حتی تبدیل شود ما تجربه ناکامی دولت در سال در دهه 1990 داشتیم و خدا کنه که حالت تکرار نشوه ولی این خطر موجود است ما چندین ماست که برای مردم این موضوعات مطرح میکنم که حکومت به صورت کامل در ساحه اقتصاد در ساحه داری، در ساحه امنیت یانه کومنده و مشفویات خود از دې ستاده خب ما خوش نشتم چې مقامت بینملی همي خبرای بده تایید میکنه ولی خوشستم که ما تحلیل ما و قضاوت ما یعنی زادی بد بینی شخصی ما نه بو ده بلکې واقعیت است وی خوبه است چې ملل متحد هم یې تایید میکنه چر وختش آغای میقومندان امریکای هم یې ما زوره تایید کرد که حکومت در یک حالت خراب قرار داره من یک خبر بدتر دیگه هم دارم اونا میگه که اگر در ظرف یک سال اینا ای پنج ساحه را صحیح مدیریت نکنن ممکن یک فاجعه ای بیه بقیه ما اصلا حکومت این میتوانمندی را نداره که این پنج ساحه را اینا در ظرف یک سال کنترل کنه ولی حالا این صداها که از دو منبع خیلی معتبر بیرون میشه بگونیم بگیم امیان خیلی عمده حکومت وحدت ملی افغانستان اصلا چی میگذره در افغانستان چی را میرسانه و تا چی ادم نگرانی های اونا از وضعیت امروزی افغانستان واقعا جدی است خب فوق جدی است یعنی این کلانترین مقام به مسئول ملل متحد است که به شورای امنیت را پر میده شورای امنیت به واسه تصمیم میگیره و ما به هیچ صورت گفته نمیتونیم که این مردمای هستند که میخواه تبلیغ به ضد حکومت کنه خب اگر یک افغان مثل ما صحبت کنه ممکن حکومت را به نحوی از آنها تعبیر کنه که یک مسئله شخصی است در واقعیت که شخصی نیست واقعیت است و حکومت باید را جدی بده آنا ولی متاسفانه ما به یقین هستم که حکومت می توانمندی حل مشکلات نداره اینا ظرفیت کاری را نداره که مشکلات حل کنه چی کرده میتونند در قسمت بیکاری سال آینده چی کرده می دانه ما اطمینان میدم که اینا صد هزار کار, جدید پیدا کردن می دانه ما تان ما فکر نمیکنم که در قسمت سال هم اینا پیشرفت خوبی کرده بدانن قسمت کلان طالبا اونم گروه اختر منصور است اونا رد کردن اونا پاکستان میگن که خب ما را خارج بکنیم این گروه دیگه خوب است که با صلح شوه ولی جنگ تمام نمیشه به این قسم در ساحه در ساحات دیگه متحدین حکومت همه ناراض هستند و باور من نمی آید که گرچه در وقت حکومت به مردم موقف بر برشان میده که اساسش تصامیم سیاسی است ولی ما فکر نمیکنیم که اینا با کافی کسایی که از پیش ناراض شده اونا را با خود بیارن پس به این اساس در ظرف یک سالی که نماینده ملل متحد یوناما رئیس یوناما ایجا گفته که اگر این سال اینا به صورت صحیح مدیریت نکنن فاجعه بار می باشه ما حدس می است و پیشگویی مایی است که اصلا اینا از زمین امتحان صحیح برآمده نمیتونه ولی اونا به گونه کردن که حلین مشکلات به حکومت وحدت ملی افغانستان ناممکن نمیس اگر تلاش جدی و زحمت فراوان به خرج بده خب تپن اگر زحمت بکشن ولی چاوکاتی وحدت حکومت حکومت وحدت ملی چندان مناسب نمیس برای حل مشکلات و ما فکر میکنیم غیر ازو توانمندی رهبرای حکومت هم به اون اندازیه نیست کی قسم مشکلات حل کنه این مشکلات دو سال قبل با یک توجه نسبتا جدی حل می شد و چیزی که مشکل بود و بحران تبدیل شده و حل بحران حتی از توان کسایی که بسیار توانمند هستن از لحاظ فکری و کاری از توان اونام به مبرایه و از توان رهبرای حکوم فیلی حکومت ما فکر نمیکنم که نایی توانمندی را داشته باشه این پنج مانه بزرگ که به اشارشته بگونه بگویم خیلی حساس و جدی هم مثلا و حکومت افغانستان اون چیم که شما اشاره کرده نمیتونه در کوتاه مدت این مشکلات هل. کنه بلی. حالا زمانی که حامیانش بگونین این حرفا رو میزنه و اونا کسایی هستند که میتونه در این بود حکمت افغانستان را کمک فراوان کنه بلی. پس چی نتیجه باید بگیریم وقتی کسی که حامی است و خودش میتونه این مشکل کنه او نگران است پس حکمت افغانستان چی کرده میتونه خب یعنی اگر دنیا یک توجه خاص به افغانستان کنه مثلا یک دو میلیارد دلار دیگر را ایجا سرمایه گذاری کنن ممکن مشکل بیکاری را تا اندازه حل کرده بتونن ولی شما گفتین که سران حکمت به گونی ظرفیت نداره اگر این کمک ها فراوان شود پس میشه حل شود مشکلات خب امکان داره که اونا مستقیما مصرف کنن سابقا اونا دونا را مستقیما مصرف کرده میدانستن وقتی ما میگم که اینا توانمندی کار ندارن با امکاناتی که فعلا به پیششان است و این امکانات کم نیست یعنی سابقا حکومت افغانستان از زی اینکه زیاتر امکانات نداشت ولی بحران به این اندازه شدید نبود در سابق به این اساس با امکانات موجود با مدیریت فعلی و با, با تصادم شخصیت ها که در رأس حکومت قرار دارن با این مشکلی که اینا دارن باور من که این ای مشکل حل کرده بتانن. ولی وعده و تعهدای حکومت وحدت ملی افغانستان در این راستا میکنه و به هم به دبیر ناتو هم تایید کردن که مبارزه جدی میکنن و زحمت فراوان میکشن تا این مشکلات حل کنن در این زمینه چی میگین خب حکومت در سابقم بسیار وعده داده حکومت به ملت افغانستان بسیار وعده داده که کلش زیر پا گذاشتن در این قسمت که مشکلات مملکت حل میکنن سابق وعده های بسیار زیاد دادن خدا کنه که یا ولی ما حدس متاوری است که باورم نمیایه از بخاطر است که پیشنهاد ما است که ما یک انتخابات زودانگام داشته باشیم یک رهبری نو داشته باشیم و با یک جدیت و با یک پلان جدیدی کار کنه این حکومت متاسفانه هیچ آگاهی از اهمیت وقت نداره دو سال این ازای کردن تقریبا دو سال ازای کردن آل هر چی که بدوانم رسیده نمیتونه خب خب ممکن اینا یک سال دیگه در بر بگیره تا که پلانای خود بسازن مثلا در مسائل اقتصادی تا که پول برای پروژه ها پیدا کنه خب یک سال 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 به این صورت میره این مشکلات فعلی دیگر هم قوی میشه <applause> به این اساس باید از روز اول اینا با پلان های خود مجهز می آمدن نهایت یک دو ماه سه ماه در بر میگیره تا که پلان های خود اینا شروع میکنه یا بعد از شروع حالا این پنج مونه به یک دایره را تشکیل داده و بگیم یک زنجیره را تشکیل داده که تا تایید تاکیدم این گونه شده که اگر یکشان نتون انجام بده در کل در همهش تلاشایش هیچ هسته بلی. حالا حکمت افغانستان به گفته شما نمیتونه این کار انجام بده بلی. پس تنهایشت مملکت چی میشه با توجه با اشتاره که امروز بیان شد بلی. از اون خاطر است که من تاکید میکنم که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم حکومت مشروع در نتیجه انتخابات جدید به میان اگر ما یک حکومت با کفایت و مشروع داشته باشیم سه چهار ساحه این مشکلات اگر حل کده بتانن حتی سه تایشه حل کده بتانن حکومت به او به او فاجعه روبرو نمیشه که ما فکر آرامی میکنیم این پنج مونه که بگونی بیان شده به با باور شما حکومت افغانستان در کدام بخشش میتونه خوبتر بدرخشه خود در قسمت حکومتداری نمیتونن این به این مربوط به امکانات نیست اینا میتونن که اگر خواسته باشن و اگر کفایت کاری داشته باشن اینا میتونن که حکومت داری خوب داشته باشن مردم های خوب تعیین کنن پارتیزن به قسم پارتیزان و حزبی و یا فقط طرفدارای خود یا رفیقای خود طرفدارم نیست، که رفیقای خوده مقرر نکنن این چیز شده میتونه اینا جلو رشوت گرفته میتونن فساد تنها موضوع کابل بانک نیست ما دو سال گذشته یا 20 ماه گذشته بسیاری مسائل دیگه داشتیم که در دا اوج فساد اه. موجود بوده مردم از فساد فعلی بسیار زیاد شکایت میکنن خب ما نمیگیم کابل بانک تعقیب تحق، نشه طبعا او هم تعقیب شوه مسائل دیگه هم تعقیب شوه ولی توجه بسیار زیاد باید برای آینده باشه که فعلا مردم از فساد اه. داد میزنه این کارا میشه که حتی بدون صدها میلیون دلار این کار به پیش بره خب قسمت صلح البته طرف مقابل همکاری طرف مقابل هم بسیار مهم است و در قسمت متحدین سیاسی این مردم با با دو طرف با, با دو رهبر بودن خب کارهای این مردم تسامیم و می که فقط فکر کردن که یک بار از انتخابات خلاص شدن دیگه ضرورت به کسی ندارن البته از که حامیان خیلی سرسخت بله. این حکومت بودن ما وقت در, در کمپاین بودیم بله در کمپاین بودیم ولی اله اقتدار زیاد مردم ناراض هستند امکانی است که اگر در اینا واقعا یک 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 ریفرمی بسیار اساسی در حکمت بیاره ما چند ما قبل پیشنهاد کردیم که یک ترمیم کامل کابینه به میان بیایه شخصیت های که مثلا فهم کاری فوق العاده داشته باشه کابینه فیلی ما یک کابینه کاری و تخصصی نیست این با معنی نیست که مردمشان تحصیل نکرده به قصد یک رشته تحصیل کرده به کار دیگه گماشته شده که اون کار خود نکامیاب است و نمیفهمه اصلا و در بالوی او باید یک سیاسی هم داشته باشه و در اینجا همکاری بین متخصصین و بین سیاست مدارا مهم است که اگر یک کسی اهمیت فهم کاری داره ولی اهمیت سیاسیش به او اندازه بلند نیست میتونه که با بازی از سیاست مدارا احنا. یک شود تا در حکومت اشتراک کنه هم امانتی که از طرف مردم است در مورشته خود کار خود خوب به پیش ببره و هم محبوبیت حکمت بلند شوه. از گذشته تا اگر به بازنگری کنیم جبه های زیاد در افغانستان ایجاد اعلام موجودیت کرده حالا جبهه ملی نوین افغانستان مم. که شما رئیس و این جبهه را به گونه اعلام موجودیت ش حالا شما تا چی کارا و پلانای خوب دارین که اگر حکومت قرار باشه استفاده کنه به از وضعیت فعلی و از بحران فعلی مم. بیرون شود خب رای حل ما خویست که انتخابات جدید بیا موقف ما این است که ما با حکومت بگوییم که اگر این کار شوه درست میشه این چیزایی که پیشتر گفتم این البته خارج از چوکات جبهه است به خاطری که ما این مسائل ریفورمای را که ما در نظر داشتیم این را ما با حکومت پیش کردیم ریفرم پرسونال ریفرم پالیسی ریفرم ساختار کابینه این را پیش کردیم حکومت چندان توجهی نکرد و به او اساس بود که ما بالاخره تصمیم گرفتیم که ما اپوزیسیون هستیم ما طرفدار حکومت نیستیم ما فکر میگیریم حکومت کارا نیست مشروع نیست مشروعیت مشروع مشروع نداره صادق نیست به این اساس است که ما گفتیم یک یک انتخابات جدید شود اگر, اگر, اگر قرار باشه اگر انتخابات برگزار شود که اصلا بگونه به باور آگاهان امکان نداره اصلا اصلاحات انتخاباتی به وجود نمیده بودجه لازم در اختیار ندارن پس شما چگونه امیدوار هستین که انتخابات برگزار شود در حالی که خودتونم از عمل این حکمت بگونه خیلی بی باور هستین و ناامید هستین خب در ساحه اگر جامعه بین الملل دونرا با ما کمک کنه باور کنین که می انتخاباتی در ظرف یک ماه خلاص شده میتونه اما چیزی که اینا به نام ریفورم یاد میکنه در واقع بدتر از حالت قبلی میشه فعلا تنها نماینده های 1 5 نفر سیاسیون در کمیسیون انتخابات خواهد آمدن و لاقل در سابق یک نام به طرف با امراج بود گرچه در واقع اونا هم به طرف نبودن ولی آله به صورت اشکار می اگر اینا سیاسیون با هم بشینن راجع به کمیسیون انتخابات راجع به شفافیت انتخابات صحبت شوه ما فکر می کنیم در ظرف یک دو هفته ما با توافق میرسیم که چطور بتانیم ولی حکومت فقط رفی مسئولیت میکنه ما مطمئن نیستم که حکومت راستی یعنی وقدر بسیار علاقمند شفافیت باشه یعنی تا بالی کسایی را که اینا به کمیتی اصلاحات انتخاباتی تعیین کردن کلش نماینده های شخصیت های سیاسی بودن تو نبودن که کسای مسلکی او صاحب بوده باشه ما مخالفشان نیستیم ما مخالفشان اما وقتی که اینا از یک چند نفر سیاسی نماینده اش میخوای باید از دیگر سیاسی نام ما هم قسمت باز حق داریم به خاطر که ما میترسیم که همین مردم باز راه ما را باز دزدی میکنن ما باز به با یک, با یک تقلب اینا سوق میدن و به وقت خواد بود که ما فکر میکنم که این مردم ما را به طرف یک دولت ناکام سوق خواد اهدی. حالا با توجه به این مشکلات که همه به اشاره میکنن و موانی هم که یادآور میشن ازش و با این وضعیت حکومت افغانستان در حرکت است بهار آینده شما چگونه پیش بینی پی خب از لحاظ نظامی ما فکر میکنم که ممکن خشونت زیاد شود ممکن طالبا بسیار کوشش کنن و ما فکر میکنم که مرحله جدید پروسه صلح ناکام است و اساسا این آمادگی میگیرن ما چندین ما قبل گفتم که پروسه ناکام است اینا عوام فریبی میکنن و آل برملا شد که اینا عوام فریبی کردن به ارتباط امید است که حکومت آمادگی نظامی خود داشته باشه تا باعث نشه که بشاری ولایت سقوط کنه ولی اگر مقاومتم کرده بتانه بازم ما یک حکومت مؤثر و یک حکومت خوب یک حکومت قرار نمیده منتها مانی آها. سقوط حکومت خواد شد و ما به صورت سقوط حکومت نمیخوایم ما تغییر حکومت خیلی کوتاه آخرین حرفایتان چی است آخرین حرف ما است که امی زنگ خطر را که آقای حایسم زده ما فکر میکنیم واقعیت است و امید است که حکومت هم توجه کنه و حکومت برای حل این موضوعات همه سیاسی را شاملی بحث بسازه و امید است که دونارا غیر از ملل متحد دیگرها هم توجه به این کار کنه این که میگن در افغانستان دیگه بدیلی نیست این یک, یک, یک مفکوره ما بد اخلاق است ما, ما در یک حالت هستیم که می سوزیم و اونا برای ما بگه که در می حالت خود نگاه کنین به خاطر دیگه بدیل نیست ما باید بدیل با پیدا کنیم حالت فعلی قابل دوام نیست برای برای مردم افغانستان خوشایند نیست و باید سر سری ما جدا توجه کنیم سپاسگزاری می کنم آقای دکتر انور الله رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از حضورتان در بحث تشکر دلست. خوش آمدید سپاس تشکر